www.loudstudio.org. سلام، احسان علیاودی هستم و این قسمت دیگه در مورد آکوستیکه. اگه خاطرتون باشه توی ویدیوهای قبل در مورد پارامترهای آکوستیکی به تفصیل صحبت کردیم و روش‌های محاسبه تئوری و عملی بعضی‌هاشون رو خدمتتون عرض کردیم و امروز قراره که همونطور که قول داده بودم یه سایت رو بهتون معرفی کنم که بتونید با ابعاد اتاق و فضای آکوستیکی که دارید یه شمه و ذهنیتی در مورد پارامترهای آکوستیکی به دست بیارید. با ما همراه باشین. خب من بعد از اینکه سایت‌های مختلف رو امتحان کردم و هر کدوم گزینه‌های خاصی رو ارائه میدن برای بررسی تئوری پارامترهای آکوستیکی که تا حالا بیان کردیم و رابطه‌شون با ابعاد اتاق، سایت tricuacic.at از بقیه‌شون بهتر بود. من آدرس سایت رو توی توضیحات و کپشن ویدیو قرار میدم و اینکه محبت کنید تشریف برید توی این سایت تا حالت‌های مختلفش رو با هم بررسی کنید. وقتی وارد سایت میشین، قبل از اینکه دیتای مربوط به ابعاد اتاق رو تو پنجره مرتبطش وارد کنید، میبینید که یه سری پارامترها به صورت پیش‌فرض فضا هستن که هنوز خالین و قبل اینکه ورود پیدا کنیم با هم دوباره مرورشون می‌کنیم. اون پارامترهایی که بیان کردیم، اون پارامترهایی که با هم بررسی نکردیم و پارامتر علمی دقیقی نیستن ولی به شهود مسئله کمک میکنن و با هم نگاه میکنیم. من همه مراحل رو قدم به قدم میرم جلو تا شما هم بتونید پا به پا پیش برید. این پنجره اول که همون محلی برای ابعاد اتاق، وقتی که ما بریم توی بررسیامون و ابعادمون رو وارد کنیم، توی این فضا مدهای اتاق رو نمایش داده میشه و صدای هر کدوم از مدها هم پلی میشه. توجه کنید الان وقتی موس رو حرکت میدم، رو اینجا اعداد مختلفی نمایش داده میشه که مقدار مود اتاق بر حسب هرتز بیان میکنه. خب 4 تا پنجره پایین راجع به تیون آف ده سلکتد مود و بونلو روم 3D و بولت ایریا. ما راجع به قاعده و قانون بونلو و ناحیه بولت قبلا صحبت کردیم و مفصلا اینا رو اطلاع دادن ازشون. در این حال که روی هر کدوم از این پنجره ها بریم، توضیحاتی در رابطه با اون پنجره و کاری که انجام میده رو نوشته پایینش. پنجره اول از چپ تیون آف ده سلکتد مود، همونجور که تو توضیحاتش هم نشون داده و نوشته، وقتی که اینجا ما یک مود پیدا میکنیم و روش میدیم، اینجا دقیقاً اندیکاتور یا عقربه مقدار اون مود رو بر حسب سنت نشون داده میشه که اگه دقت کنید از مثبت تا منفی 50 سنت درجه بندی این ابزار تیون. خب پنجره بعدی در مورد قاعده بونلو که منم توی قسمت پایانی ویدئوی قاعده بونلو که در مورد آکوستیک اتاق استاندارد که ابعادش 4 متر در 3 متر در 2.7 صحبت می‌کردم، ازش استفاده کردم. جلوتر که بریم ما همین ابعاد رو توی ابعاد اتاقمون وارد خواهیم کرد و بررسی‌های مرتبط رو انجام میدیم. توی پنجره بعدی اتاقمون به صورت سبودی نمایش داده شده که هر کدوم از مودهایی که تشکیل میشن میتونیم ببینیم توش. بعد من مفصلتر موقعی که ابعاد وارد کردم بیان میکنم اینو. پنجره بعدی در مورد ناحیه بولت. خواهش میکنم اگه ویدئوهای مرتبط با قاعده بونلو و ناحیه بولت رو ندیدین، محبت کنید برید تو یوتیوب اول اونا رو ببینید، چون که من با این پیش فرض که اونجا توضیحات مرتبط رو به صورت مفصل بیان کردم، اینجا خلاصه رد میشم و بیشتر تاکیدم روی استفاده از این ابزاره. هی توجه کنید توی قسمت بالا راستش نوشته L, W و H که نماینده length, width و height که پایینش هم توجه کنید. من هر سری موسو تکون میدم عددهای پایین راست فرق میکنه. اینا نسبت هایی که ما طبق همون چیزی که بیان کردیم و به دست آوردیم میتونیم اینقدر جابجا کنیم ببینیم که اون نسبت هایی که الان توی اتاقمون داریم توی این آیه قرار میگیره یا نه. اگه نخواهیم که از پنجره روم دایمنشنز استفاده کنیم و خودمون بخوایم رو همینجا پیدا کنیم با این موسه، یا اینکه وقتی که استفاده انجام میدیم خواهی کنیم میکنه که چقدر باید تغییرات انجام داده بشه تو ابعاد اتاق. خب حالا میخوام ابعاد اتاق رو وارد کنم، سانتیمتر رو انتخاب میکنم و بر حسب سانتیمتر ابعاد 4 متر یا 400 سانتیمتر، عرض 3 متر یا 300 سانتیمتر و ارتفاع 270 سانتیمتر یا 2.7 متر رو وارد میکنم. وقتی اینا رو وارد کنیم یه دفعه میبینید یه عالمه مودهای مختلف اتاق رو میبینیم پایینش. اگر روی این مثبت کلیک کنید توی پنجره بعد مود تو دیسپلی نمایش داده میشه که من فقط تیک مودهای محوری رو میذارم بمونه و مبناهای نمایش لوگاریتمیک و خطی تو اینجا
دیده میشه که ما میتونیم انتخاب کنیم که ترجیح میدیم مودها رو تو حالت خطی ببینیم یا تو حالت لوگاریتمی. که من چون که با ابزارهای مختلفی کار میکنیم مودها رو توی حالت لوگاریتمی ببینیم، ترجیح میدم که به این صورت باشه. خب اگه بریم روی مود اول، میبینیم که اون تک فرکانس مرتبطش رو پلی میکنه و توی پنجره تیون آف ده سلکتد مود میبینیم که افکت رو نمایش میده. اگه توجه کنیم توی پنجره روم 3D توی توضیحاتش 100 رو نمایش میده و همینجور توی توضیحات قرمز که باز میشه. این 100 مثل همون چیزی که تو نایه بولت هم خدمتتون عرض کردم، طول، عرض و ارتفاع، یعنی که مود اول طولی 0 عرض و 0 ارتفاع. اگه توجه کنید توی شبیه سازی سبعدی اتاق هم ناحیه قرمز و آبی داریم که نشون میده که نواحی پر انرژی و کم انرژی متناسب با اون مود اتاقن که تشکیل میشه تو ناحیه طولی. رنگ آبی یعنی که فشار بیشتر و رنگ قرمز یعنی فشار کمتر، یعنی انرژی بیشتر و انرژی کمتر توی موج یا ناحیه آبی معرف قله است و ناحیه قرمز معرف دره است. حالا اگه بخوام از روی مود بیام کنار و اگه بیام تو پنجره قاعده بونلو، دقیقا اتفاقات مثل همون چیزی که توی قاعده بونلو توضیح دادم و اگه محبت کنید برید دوباره اون ویدیو رو نگاه کنید اگه توضیح دارید، میبینید که قاعده بونلو توی 1/3 اکتاو دوم و پنجم رعایت نشده. اگه روی خود نوایی واسین، میبینید که این 1/3 اکتاو میگه که از چه فرکانسی تا چه فرکانسیه و اگه توجه کنید تو ناحیه بالا، تو اون جایی که مودها رو نمایش داده میشه، 1/3 اکتاو متناسبش رو هم نشونده و اکتاوها رو میبینید که باند با خط سفید جدا کرده و نشون میده که هر کدوم از این مودهای اتاق توی کدوم باند میفته و منظور دقیق از این اعداد چیه. ولی اگه توجه کنید که همخوانی نداره اعداد مرتبط، برای اینکه من فقط مودهای محوری رو الان تیکشو زدم، اگه میبینید که اون اعداد با باندها همخوانی نداره، برای اینکه ساده‌تر باشه و در پایان بقیه تیک‌ها رو خواهم زد. و همونجور که تو ویدئوهای توضیحات نایه بولت هم خدمتتون عرض کردم، الان میبینید که با یه دایره و زبدر داخلش قرمز نشون داده که ابعاد اتاق ما خارج ناحیه بولته. خب اگه خود رو بیاییم پایین تر، میبینیم که توضیحات بیشتری در مورد ابعاد اتاق بهمون میده. خب مسلماً توجه دارید که اینا تقریبی هن و ما دیتای دقیقی رو وارد نکردیم و فقط ابعاد اتاق رو دادیم، ولی این شهود و این حدودی که ما میتونیم با این اندازه به دست بیاریم خیلی وقتا ذهنیت خوبی بهمون میده که نقطه شروع مناسبی باشه برامون. توی این دیتا اضافی حجم اتاق نوشته که 32.4 متر مکعبه، سطح اتاق که 61.8 متر مربع است. خب اگه بیایم پوینتر RT60 رو داریم که برای کاربری عمومی گفته که اگه 6 ثانیه باشه مناسبه. فرکانس شرودر 272 هرتز به دست آورده و فاصله بحرانی رو 0.42 متر یا 0.42 سانتی متر. و توی پوینتر می‌بینید که اکویوالنت ابزوربشن ایریا نیدد که با فرمول‌های سابین و آیرینگ 8.8 متر مربع و 8.2 متر مربع پیشنهاد داده و گفته اون میانگین ضریب جذبی که می‌خوایم با 14 سانتی متر باشه برای سابین و برای آیرینگ 13 سانتی متر. ما فرمول‌های سابین و آیرینگ رو توی ویدیوهای مرتبطش بیان کردیم و توضیحاتش هست، اگه نیاز هست بهشون مراجعه کنید. حالا می‌خوایم راجع به این تبی که اینجوری هست صحبت کنیم. تبه بسته به کاربری استانداردهای مختلفی رو پیشنهاد میکنه. مثلا اگه اتاق مناسب کاربری میوزیک باشه، میبینیم که وقتی انتخاب بشه همه اعداد بروز میشن و میگه RT60 و 0.75 ثانیه پیشنهاد میکنه، فرکانس شرودر و همه پارامترهای دیگه. ولی اگه ما بخوایم همینجا وضوح گفتار مد نظرمون باشه و بخوایم اسپیچ رو بذاریم، طبیعتاً می‌بینید که روز میشن. خب اگه بیایم پوینتر، میتونید همه مودهایی که انتخاب شده رو توی جدول ببینید و توضیحاتی که بالاتر هم خدمتتون عرض کردم در مورد هر کدوم از ستون‌های این جدول. حالا میخوام برم بالاتر و بقیه مودهای اتاق رو هم فعال کنم، ببینید که چه اتفاقی میفته. خب حالا یه عالمه شروع شد، حالا میتونیم روی تک تک مودها بریم. اگه دقت کنید می‌بینید که مودهای محوری از بقیه مودها طول میلشون بلندتره، یعنی انرژیشون بیشتره و ما میتونیم تاثیر مود رو روی پاسخ فرکانسی اتاق اینجا به صورت شهودی ببینیم. هر مودی که انرژی بالاتری داشته باشه، خط بلندتری داشته باشه که مودهای محوری هستن، نیاز بیشتری دارن که اصلاح بشن توی مراحل بعد که قراره که از تجهیزات آکوستیکی مثل باسترپ ها و جاذب ها و دیفیوزر ها و امثالهم استفاده کنیم یا اصلاحات مرتبط دیگه ای رو انجام بدیم. حالا من روی چند تا مود میرم تا صداشون رو بشنوید. مثلا
مبارزه میکنید، هر کدوم از این موقعی که روش قرار میگیرین اطلاعاتش بروز میشه و تغییر میکنه. خب اگه پنجره بعدی رو باز کنیم، تنظیمات حد بالا و پایین پنجره پوینتر و همینطور پیچ بر حسب هرتز نمایش داده میشه که میتونید اینا رو هم تنظیم کنید. مثلا ما میدونیم که برای اصلاح اتاق مودهای پایینتر از فرکانس شرودر رو خیلی مایلیم که محدود کنیم، و اگه فرکانس شرودر مثلا میدونید که الان زیر 240 هرتز، من میتونم این حد بالا هم بزنم 240 هرتز مثلا، که بعد میبینید که بسته به تنظیمات آپدیت میشه و حد بالا 240 هرتز قرار میگیره. وقتی بخواید فضای فرکانسی رو بازتر کنید و بهتر ببینید، و در این حال میتونید هر موقع که بخواید از لوگاریتمی به خطی نمایش رو تغییر بدین و توی دو تا حالت بررسیاتون رو انجام بدید. خیلی خیلی از همراهیتون ممنونم. محبت کنید توی کانال یوتیوب سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. روی سایت امکان پشتیبانی مالی از آموزش‌های مهندسی صدا فراهمه. بقیه شبکه‌های اجتماعیمون هم مثل اینستاگرام هست. محبت کنید و بقیه جاها هم با ما همراه باشید تا آموزش‌های بعد.